صبحگاهان مادر بر بالین پسر رفت و گفت پسرم برخیز، باید به مدرسه بروی. پسر گفت نه، دیگر نمیخواهم به مدرسه بروم. مادر گفت دو دلیل بیاور که چرا خواستار مدرسه نیستی. پسر گفت بچه ها از من متنفر و معلمان از من منزجرند. مادر گفت اینها که دلایل محکمی نیستند. پسر گفت پس اینک تو دو دلیل بیاور که چرا باید به مدرسه بروم. مادر گفت اول 52 بهار از عمرت گذشته نرخر، ثانیاً ناسلامتی، تو مدیر مدرسه ای، حقته که بدی به دست اون لاریجانی کوچیکه 52 سال ممنوع تاثیرت بکنه. کی دیگه نفهمید که تو داری به عظما میزنی که دیگه آدمای خودش هم تره براش خورد میکنن، نه این ولی نه اون. آیه دکتر من اینجا درگیر نمیشم، یه راست میرم سر سوال اول. تو این وزارت خارجه از دوران دقیانوسی ولایتی تا همین امروز انگار فقط مشنگا رو ثبت نام میکنن، ولایتی و آصفی و حسنقش و اولاقچی و خود ظریف، همشون یه تخته کم دارن، ولی بهرام قاسمی با اون ریش سیبیل غیر جدیش سلطان مشنگیسمه. تو کنفرانس مطبوعاتی سر بحث اتحادیه اروپا فضاحت کرد. تو مشنگی این الهه گیجی هیچ شکی نیست. یه بار دیدنش که با الاغ شطرنج بازی میکرده، گفتن چرا با الاغ شطرنج بازی میکنی؟ گفت همچینم الاغ نیست، فعلا که سه بار ماتم کرده. هر وقت که شطرنج میزنه شاه دق میکنه. ولی خب مشکل با اتحادیه اروپا رو خود فیثاغورس هم بیاد نمیتونه جواب درست و درمون بهش بده. میخ بخوره اون زبونی که گفتش که روی شکاف اروپا و آمریکا سرمایه گذاری بکنیم که جلوی تحریما و لغو برجامو بگیریم. زمونه عوض شده، اروپاییان باید یقه ما رو سر موشکی و منطقه بگیرن تا بتونن تجارت خودشون رو بکنن. دلپیچه استراتژیکی نظام هم همینه، یعنی نمیشه اروپا رو پس زد، نمیشه باقی جام زهرا رو یکی یکی رفت بالا. بیشتر به تله میخوره لامروت تا به شکاف. خوشبختانه یه جاهای محکم به اروپا میگیم ما کوتاه نمیایم. آره ما میگیم و اونا باور میکنن که کوتاه نمیایم. پس مشنگ بودیم که با اون خفت و خاری رفتیم سیمان ریختیم تو عراق و سانتریفوج اوراق کردیم. دکی آقا رو یکی گفت، یکی گفتش که میزنم میکشم دیتم میدم. طرف هم زبل بود، گفت بیشین بابا تو اگه پول دیه دادن داشتی که با مترو نمیمدی. روشن شد. آیه دکتر یعنی اینقدر که حساب کردیم اتحاده اروپا واسمون جلو آمریکا وامیسه بعد هوا بود؟ کسی که 2000 استراتژی عالیش باشه میفهمه که اروپا باید خنجر موشکی و منطقه‌ای رو بکنه تو پک و پهلی عضوا تا شرکتاش تحریم نشن. مغز ظریف نخورده که تو دعوای ما و آمریکا طرف ما رو بگیره. دکی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که زنه با بچه بغلش سوار اتوبوس شد، راننده گفتش که خانوم بچه زشترین بچه دنیاست. به زنه خیلی برخورد، به مسافر بغلیش گفتش که دیدی چه توهینی کرد؟ مسافر گفت آره، کوتا نیا یا این میمون رو بده من برای نگه دارم، تو برو پیش رئیسش شکایت کن. روشن شد یا میخوای بری پیش رئیس؟ ولی آخه علائم خوبی میدادن اروپایی ها. کدوم علائم خوب؟ کار خودشونو میکردن. ظریف مشنگ به حساب علائم خوب خرجشون میکرد. بر خوب ببی همیشه میفهمونن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمونن که قطار که رسید به مقصد، پیرزنه به اون جوونه که روش نشسته بود گفت شما خیلی لطف کردین که از اولی که اومدیم تا اینجا سعی کردین با من حرف بزنین که حوصله‌ام سر نره، ولی متاسفانه من کر هستم. جوونه گفت کی با تو حرف زد؟ داشتم آدامس میجویدم. پس علائم مثبتی که میدیدیم چی شد؟ یه عده مشنگ تو نظام دیر اومدن، زودم میخوان برن دنبال علائم مثبت میگردن. یارو رفت تو شهر مشنگا، دید صف کشیدن یکی یکی توی سوراخی رو نگاه میکنن، بعد دوباره میرن تای صف، دوباره میرن اول نگاه میکنن، پول داد رفت تو صف وایساد. نوبتش رسید نگاه کرد دید هیچی نیست اون تو، دو سه بار نگاه کرد هیچی نبود، به بغل دستش گفت شما چی رو داری نگاه میکنی؟ من هر چی نگاه میکنم چیزی نمیبینم. طرف گفت تو هم دلت خوشه ها، ما دو ساله داریم نگاه میکنیم هنوز هیچی ندیدیم، تو از راه نرسیده میخوای با دو بار نگاه کردن ببینی؟
برنامه رو با سوالی در مورد شنود ادامه میدم. بالاخره خوبه یا بده؟ حاجی روحانی میگه پیف پیف اون جناح شنود کرده. اجهی میگه پیف پیف به جد و آبادت. مگه وزارت مال عمه منه؟ سرجم حرفا میشه پیف پیف که تو نظام همه این کارن. شما چی میگین آی دکتر؟ سوالت دو بخش داره، بخش اولش که مهم نیست، بخش دومش هم به تو مربوط نمیشه. آخه وقتی هر دو جناح این کارن چرا نکنی؟ کشف کردی که هر دو جناح این کارن، همه کارشون همینه. دکی تو همین دعوای سر همین قضیه هم که میکنن کلی چیزا رو میگن که بیشتر معلوم میشه که این کارن. حکایت مشنگه است که یه بار بچهش گفت یادش بخیر بچه که بودیم این بابامون چقدر ما رو کتک زد. مشنگه شطرق قابول تو گوش پسره گفت این دروغا چه میبافی؟ من کی دستم رو شما بلند کردم؟ روشه شد یا دستم بلند بشه برات؟ نه خیر، همین که بلند نشد برای هفت برنامه کافیه. ولی جواب سوال چیز دایی دکتر؟ نه ترس، میخوام بهت بگم که داستان ترس از یه چیز دیگه است که عزبا گفته اصلا اسمش هم نیاری، یعنی قی قیامش هم نگی. خب فوزونی تو کار مردم میره میره میره، یه جا اگه برگرده بخوره تو صورته دیگه عمامه میپرونه ها. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که پسره تو تاکسی تونتون شکولات میخورد. مرده کنار ششسته بود گوه آقا پسر نخور برای دندونات بده. پسره گفت پدر بزرگ من 130 سال عمر کرد. برده گفت یعنی به خاطر خوردن شکلات بوده؟ پسره گفت نه خیر، به خاطر این بوده که سرش تو کار خودش بود و فضولی بیجا نمی‌کرد. منم همین عقیده رو دارم که باید حواسمون به عمامه مقام عظما باشه و به همین دلیل نباید بحث شنودو علنی کنیم. نتیجه درست و از رو حرف من تقلب میکنی، ولی رایی که میری تا برسی به این نتیجه نشون میده که استراتژیت اصلا حالید نیست. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که تو مسابقه اسبدوانی مشنگه 100,000 دلار رو اسب شماره 28 شرط بست، 1,000,000 دلار برنده شد. همه خبرنگارا ریختن ازش پرسیدن که چطوری با این اعتماد به نفس و یقین رو اسب شماره 28 شرط بندی کردی؟ گفت چی، دیشب خواب دیدم که مادر مرحومم هی میگفت 6، پدر مرحومم هم هی میگفت 8. گفتن خب 6 و 8 چه ربطی به 28 داره؟ گفت مگه 6 8 28 نمیشه؟ آیه دکتر با توضیحاتتون که همش ضربه سنگین به نظام بود دیگه جرئت نمیکنم وارد این بحث بشم که چطور حاجی روحانی از این طرف جس حقوق شهروندی میگیره، از اون ور دوباره بگیر و ببند رو انداخت و اونم با نیروی انتظامی که دست خودشه، شعورش نمیرسه که خطر داره، ضرر داره. خب داره بنزین گرون میکنه که بعدش هم همه چی از نون تا پیاز گرون میشه. میخوای از حالا جلوشو نبنده؟ فقط یه بدی داره، وقتی که دندونا ریخته و پشمی به کلا و عمامت نمونده خود همین بگیر و ببند خیلی خطری. آیا دکتر من که گفتم نمیخوام وارد این بحث بشم. گفتی که من گفتی برای خودت گفتی تو دکی، کل نظام وارد شده این وسط، تو یکی میخوای وارد نشی بشی مثلا مگس تو استکان چای؟ چی رو اون دفعه یا چیزی میگه الان به من میگی مگس؟ من به تو به مقام عظما هر چی میخوای نمیگم. خدا 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 خدا